درود بر فرمانده گرانقدر فهیم جناب شمیرانی عزیز، درود و سپاس بر یکایک یک هموطنان، آنانی که در یک صف مشخص همراه و همرزم فرمانده عزیز میباشند. امروز بعد از اتفاقاتی که در این سالهای اخیر و خصوصا سال 96 در راستای مخالفت و مبارزه علنی با حکومت وقت و سیاستهای دجال منشانه اینان به توسط شما غیور مردان سرزمین پارس رخ داد، دریچه جدید برای ورود به عرصه پیروزی باز نمودید و اتفاق مبارکی رخ داد. آگاهی اکثریت مردم به سیاست‌های کثیف و رفع شک و شبهه‌ای که در گذشته وجود داشت که حکومت همواره با سیاست‌های خاص خودش رو پاک و مبرا می‌دونست از همه کم و کاستی‌ها و همیشه در همه مسائل و مشکلات کشورهای غربی و خصوصا آمریکا و اسرائیل رو مقصر قلمداد میکرد و مردم هم به نوعی در قضاوت‌های خودشون در کوچه و بازار در همه جا همیشه آمریکا رو یا اسرائیل رو مقصر میدونستن. منتها با علنی شدن این فسادها و اختلاسها و این همه عرضم شما کسافت کاری ها پشت پرده ها و همه اینا که وقتی لو رفت دست اینها رو شد، مردم متوجه شدن در این 40 سال چه بر سر این مردم میهن اومده. در مناظرات تلویزیونی توی زمان ریاست جمهوری همگان دیدین، این دیگه سندی مبرهن واضح که گروه هایی که عرضم شما چپ و راستی چطور همدیگر رو لو میدادن، چطور خانواده های همدیگر رو لو میدادن، دوستان نزدیکشون رو لو میدادن، کی آپارتمان برده، کی پول برده، کی چه کار کرده، کی چه فسادی کرده، همه همدیگر رو لو میدادن. این دیگه سندیه. لذا دوستان عزیز، همراهان عزیز، بدانید این حق من و شما نیست که با وجود این همه ثروت در این کشور این گونه خار و ذلیل در به اصطلاح داخل کشور و اونایی هم که در خارج کشور هستن و هم آواره شدن از این میهن اینجوری زندگی کنیم. در سیاست‌های خارجی هم که میدونید که در تمام دنیا الان ترک شدیم، هیچ کشوری ما رو قبول نداره، از هر نظر هیچ اعتبار بین‌المللی نداریم. واقعا باور شاید نکنیم، من خودم توی کشور خارجی رفته بودم، خودم رو به صورت ترکیه جا میزدم. این خب برای من یه ضعفه، این برای من یه ننگه که من خودم برم توی کشور خارجی دیگه یه ایرانی هم برم خودم رو دیگه فرد ترکیهی کارم بکنم. چرا؟ چون دوستانم گفتن آقا اینجا مثلا نگین ایرانی هستیم، ایرانی اینجا خیلی ازش بد رفته. خب اینا رو شما ببینید، اینا همه ننگه، اینا بدبختیه، اینا همه برای ما سرشکستگیه. ما در گذشته همچین مسئله داشتیم. حالا نمیخوام دیگه، اینا کلیشه‌ای شده که بگم آقا در 60 کشور دنیا ما ویزا نیاز نداشتیم، پاسپورتمون ال بود، اینا دیگه همه قدیمی شد. همه اینا رو میدونیم، همه این مسائل رو میدونیم. فرمانده عزیز آقای شمیرانی، دوستت داریم، بزرگواری، نعمتی هستی در این شرایط. دوستان عزیز همراه باشید، حرف گوش کنید، فرامینی اگه صادر میشه از ایشون پذیرا باشید، فرمانبر باشید. آقای شمیرانی خدا حفظت کنه، دوستت داریم. اینو به واقع میگم، از صمیم قلب میگم، نعمتی هستی برای ما. امیدوارم که این جریانی که به راه افتاده، این فدایان، این ما یک دریچه ای الان باز شده و بتونیم به پیروزی به دست بیاریم، اهدافمون رو به سرانجام برسونیم. هدف آقای شمیرانی عزیز، فرمانده عزیز، آنچه که مشخصه و غالبا هم بهش ارادت دارم پیدا کردم اینه که واقعا دلش برای میهن میسوزه. اینا رو نمیگم که ایشون خوششون بیاد، نه، این دیگه زیاد جالب نیست، همه هم میدونه نه زی نفسیم نه هیچی، ما هم یک سرباز در کنار ایشون. فقط دوست دارم که دوستان عزیز همراه باشین و در این هدف مشترک با همدیگه دست دست همدیگه به اتفاق هم جلو بریم. از هیچ چیزی نترسید، شجاع باشید. به خدا بدتر از اینی که هستیم نمیشیم، والله نمیشیم. ما روزی 100 بار میمیریم و زنده میشیم،
نه شرایط پزشکیمون خوبه، نه غذاهایی که میخورن مردم، محصولاتی که دارن استفاده میکنن، همگان همه میدونن، بازم کلیشه‌ایه، همه آسیب زننده و غیر استاندارد و سرطانزاست. به گوش باشین، به هوش باشین، به خاطر اورانیوم، به خاطر رادیواکتیو، به خاطر انرژی هسته‌ای که پنهان دارن کار میکنن در شهرهای مختلف اینور اونور، با این روزهای کثیف دارن مملکت رو نابود میکنن. مردم همه دچار صدمات شدن، سرطان در ایران به مرز انفجار رسیده. سرتون رو درد میارم، دوستتون دارم، موفق باشین، پیروز باشین، سربلند، میهن عزیزم آباد باد. هم میهنان ایرانی های با غیرت، ایرانی های وطن پرست، بیایید و گوش به حرف بدهید. با ای که نشسته در خانه و فوش دادن به این آخوندها و به این جنایتکارها کار درست نمیشه. فقط باید دست بر دست هم بدهیم و یک صدا، همه با هم، اتحاد رمز پیروزی است. همه با هم به مدت یک ماه این لبنیاتی که اینا از چین وارد میکنن و به خورد این ملت میدن و به اسمی که مواد غذایی کالس مال ناطق نوریه، گوش به این حرفا نده. اینا دروغ دارن میگن، اینا را از چین دارن وارد میکنن، مارک روش میزنن، اینجا مارک خود ایران هم میچسبنن روش. اینا حتی ماست هم دارن از چین وارد میکنن. بیایید به مدت یک ماه همه با هم، همه به فک و فامیلای خودم خبر بدید، همه با هم یک صدا، یک دست، هم تخم مرغ یک ماه نخریم، هم لبنیات نخریم، تا اینا رو فلج کنیم. همین باعث فلجی اینا میشه، همین باعث نابودی اینا میشه. گوش به حرف بدیم، بیایید و همه با هم با اتحاد به مدت یک ماه لبنیات مواد غذایی را تحریم کنیم. با تخم مرغ به هیچ عنوان نخریم. الان یک سال من نه تخم مرغ خریدم، نه 30 سال اصلا لبنیات اینا رو از این مغازه ها نخریدم، نه میخرم، نه خواهم خرید، اصلا دوست ندارم من اینا رو، اصلا نمیخورم، دوست ندارم که بخورم، چون اینا همه شیر خشکه، اینا که ماست نیست، داخلش هم شیشه و مواد مخدر قاطی میکنن میدن به خورد ملت. به خاطر همینه که جوونا نیرو بدنی ندارن، قوت بدنی ندارن و تلاشی از خود ندارن و جنب و جوشی از خود ندارن. به خاطر همینه که مواد غذایی ها را داخلشون مواد مخدر قاطی میکنن و میدن به خورد ملت. بیایید و با هم، خدا شاهده مردم، به چه زبونی بگم، چطور به شما بگم، خب یک بار برای همیشه دست به دست هم بدین و اتحاد داشته باشین و هر حرفی را که یه نفر میزنه خب گوش بر بدین. تحریم کنید ماشین همینجور. اون زمانی که می‌خواستن اینا شاه را سرنگون کنن، قند اومدن گفتن حرومه، یک ما قند نخریدم، کارخونه قند را شکست کرد. آقا اومد گفت نه، اگر بزنیش تو چای بخوری حلال می‌شود. دوباره اومدن به این شکل فریب دادن مردم ها، دوباره بنا کردن نم نم مردم قند بخرن. شما الان بیاید این کارو بکنید. آقا لبنیات را به هیچ عنوان نخرید، لبنیات داخلش مواد مخدر قاطی میکنن میدن به خورد جوونا، که جوونا رو از بین ببرن، که کسی نباشه تو مملکت سرشو بالا بگیره و علیه اینا بلند شه. این لبنیات هم که ما داریم میخوریم لبنیاتی نیست، این همه شیر خشک پاستوریزه است، دارن میدن به خورد ملت. این هم مواد مخدر داخلش قاطیه، به والله داخلش مواد مخدر قاطیه. گوش به حرف بدید، بیاین و تحریم کنید، نخرید، به هیچ عنوان نخرید دیگه. ممنونم از لطف و محبت شما. درود بر جناب آقای شمرانی عزیز و درود بر تمام هممیهنانمان در تمام دنیا. جناب آقای شمرانی، همونطور که مستظر هستید، در مناطق غربی ایران اعتصابات شروع شده و من شخصا از شما تمام مردم ایران دوست دارم به این اعتصابات بپیوندید. اعتصابات از بانه، کلیک، خرد و به شهرهای مریوان، سقز و دیگر شهرهای دیگر استان کردستان سرایت شد و شما خواهشمند هستم که در تمام ایران اعتصابات بپیوندید، که این فعالیت های مدنی رو که به قول شاهزاده گفته بودن انجام بدین. سپاسگزارم، خدا نگهدار. زنده باد وجدان بیدار، زنده باد هر ایرانی بیدار و هوشیاری. خامنه ای توف تو اون ذات کثیفت، ای حرومی روحانی توف تو اون ذات بی پدر و مادرت.
ظریف خیلی پلیدی، ای بی پدر مادر، مادر به خطا ولایتی حرومی، توفت اون ذات آشغالت، جهانگیری حیف، حیف حیوان، حیوان صفت، توفت اون ذات، توفت وسط، توفت به ذات هر آخوندی که از این رژیم حمایت کنه، لعنت به شرف نیروی نظامی، لعنت به اون غیرت نداشتن ارتشی و سپاهی و نظامی اینها رو ببینه و بدونه و کاری نکنه و باز هم از اینا بیاد حمایت کنه. خامنه ای دیگه به آخر خط رسیدی، خامنه ای به پایان سلام کن، مرگ بر جمهوری اسلامی، سرنگون با جمهوری اسلامی، ای جلاد چهل پدر. خامنه ای هیچ کس نتونسته مکرشو بالاتر از مکر خدا ببره، و مکر و مکر الله و الله خیر ماکرین، ید الله فوق ایدیهم، بالا دست خدا هیچ دستی نیست. توف تو ذات هر ایرانی که امسال بخواد شب عید داشته باشه، امسال همه باید از کوچیک و بزرگ همه باید مشکی پوش باشن تا این رژیم ضحاک سرنگون شه. لعنت به جمهوری اسلامی. آی شمیرانی سند سانچی رو دیدم، آتیش گرفتم، آتیش. خدمت آقای شمیرانی، آقای شمیرانی این روزا اعتراضات و اعتصابات به حد خودش رسیده و در هر جای ایران اعتراضات بیداد میکنه، و امروز که من خواستم از بی آر تی امروز استفاده کنم در تهران، که همشون بیشتریشون یعنی با چراغ قرمز توقف کرده بودن و هیچ مسافری هم سوار نمی کردن، و اگه امکان داره در این روزا در 12 فروردین، در 12 اسفند، اگه امکان داره یک فراخوان بدید که بتونیم بازم از این موقعیت استفاده کنیم و بتونیم اعتراضات خودمون رو ادامه بدیم تا بتونیم این حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم به امید پیروزی. با درود به فرمانده عزیز جناب سعید شمیرانی. جناب خواستم بگم که در رابطه با چهارشنبه سوری آیا فراخوانی داده میشه در این روز؟ چون در این روز اکثر جوان‌ها، اکثر مردم این روز رو جشن میگیریم و اکثرشون خواهان خیزش در این روز هستیم. به نظرتون آیا امروز فراخوانی هست؟ من خبر بدیم. تشکر. درود به فرمانده عزیزم استاد سعید شمیرانی گلم. فرمانده خواستم خدمتتون عرض بکنم که در رابطه با این موضوعی که این دوست گرامیمون عرض کرده، ترور و این موضوعات، این موضوع به همین سادگی ها پیش نمیره جلو، خودتون در جریان هستین. اگه بخواد همچین اتفاقی برای شما پیش بیاد، اگر بخوان کوچکترین خدشه‌ای به شما وارد کنن، همین 24-5 هزار نفر فدایون ایران تک به تک خانواده های اینا رو زنده نمیذارن، تک تک اینا رو میگیریم، دونه دونه شون از وسط جر میدیم. خیالتون راحت باشه، خیلی جدی گفتم اینو فرمانده. من خودم دهن همشون رو سرویس میکنم. با درود و سلام خدمت آقای شاهزاده رضا پهلوی رضا شاه دوم و همچنین بزرگ مرد محترم ایران و ایرانی آقای سعید شمیرانی. آقای شمیرانی، من آدم بسیار فعالی هستم، از این ساعت همچنان تبلیغاتی کنم که تمام مردم ایران متوجه بشن که آقای شمیرانی کی هست، هدفش چی است، منظور از چیست و در چه راهی حرکت کرده، که تمام مردم ضرب الاجل متوجه بشن. خیالت راحت، اصلا نگران این نباش که مردم بدونن شمیرانی کیست و هدفش چیست. من ضرب الاجل فعالیت میکنم، اصلا نگران این مسائل نباش. ممنونم از لطف و بزرگواری شما که همچنان سرسختانه داری فعالیت میکنی. خداوند شما خیر بده، خداوند به شما سلامتی بده و عمر شما را طولانی کنه برای سلامتی خودت و ملت ایران و مردم ایران.
خیلی ممنونم از روشنفکری های شما که مردم را کاملا روشن میکنی. ممنونم از لطف و بزرگواری شما. رو میبینم و براتون توضیح میدم. ازتون میخوام غر زدن رو بذارید کنار. اینجا جایی برای غر زدن نیست و به همدیگه نباید غر بزنید. اگرم ناراحتی دارید میبایست به پدران و پدر بزرگانتون بزنید که چرا شما رو در این مخمصه قرار دادن و نمیان به کمکتون. زندگی رو که خودشون داشتن و انجام دادن، در بهترین شرایط ازدواج کردن، عروسی گرفتن، نه اینکه کسی عروسیشون رو خراب نکرد، بلکه همه به راحتی ازدواج میکردن، به راحتی منزل برای خودشون تعیین میکردن و مسکن، به راحتی سر کار میرفتن، به راحتی حقوقهای آنچنانی میگرفتن، مثلا مشکلی نداشتن. این چیزی که جوان امروزی براش آرزو هست. پس اگر به قول معروف قری هست، به اونها باید زد که اونها به پا بشن.